برو خانم یه لقمه براتون بگیرم. نه مرسی کوچولو. حالو سنگین نشد. سلام علیکم. اجازه بدید. بفرمایید. خیلی ممنون. بش. دیشب خوب خوابیدی؟ راحت اینجا خوبه؟ بله. بسیار خوب. میخوای بالش بیارم بذاری پشت؟ نه، راحت یه ذره. خدا رو شکر که اتفاق بعدی نیفتاد. آقا بهرام من که خب به شما میرسن. وظیفه محمود خانم. چرا شروع نمیکنه؟ بری خانم رفته عدسی درست کنه. واسه آقای خلیل زاده ما منتظریم یه گوشه کارو بگیریم دیگه بالاخره. خب بس. سیر نکن. پوش بابا. بلند شو به مامانت بگو زور شده. ورد بیا دیگه. بابا. مامان من چه ربطی داره؟ باشه. وظیفه نداره که برای همه هدستی بیاره که. به خدا من با این وضعیت هم نمیتونم وگه نه الان میرفتم بهشون کمک میکنم. دستتونم درد نکنه. خیلی ممنون. نه آخه اصلا خودشون هم مری خانم یه اخلاقی داره وقتی آشپزی میکنه دوست نداره کسی بهش نزدیک بشه نسکر. خواهرتون چطورم بهترم؟ دچار سوختگی زنجبیل شده بود دیگه. این تو ماسکشون زنجبیل بود. متاسفانه پوستشون آسیب دید. الان دیگه پماد و کرم اینا زدی یه ذره بهتر شده ولی بعید میدونم دیگه به روز عادی برگرده دیگه. حالا هر روز اولش خیلی چیز خاص. نه من منظورم اینه که خوب شد که یه لایه برداشتن حالا. حالا حداقل یه دستی به سر و گوشش کشیدن. البته من میگم این خانم قره داغی بهونه بیش نبودا. به خاطر اینکه من نمیخوام اسم بیارم از کسی ولی داریم ما تو این جمع که آقای خلیل زاده یه شب قهر کرد خانومش الان داره براش عدسی میبره. آقا بهرام ببخشید عدسی مال آرمانه. بابا معده‌شون ناراحت میشه. آقا بهرام عزیز کاری نکن که به خانم قره داغی سفارش بدم یه ماسک زنجبیل برات درست کنه که بچسبونم به صورتت حالا کنده نشه. آقا شوخی کردم بابا. بابا قهوه رو بگو. قهوه نبود که جام شکران سقراط بود دادم پوران خانم خورد. ببخشینا خواهش میکنم دیگه کافیه. یه وقت آقا دلپاک و کیانجون میشنون خب ناراحت میشن. این خانم قره داغی هم خب قصدش محبت بود. حالا یه سری اطلاعاتش یا غلط بودن یا ضعیف بودن. اصلا این چی بود؟ من نباید این قهوه چی بود شما میگفتی؟ شکران؟ جام شکران سقراط. سقراطو من نباید میخوردم. و من داشتم میمردم بله. یعنی چی میمیرم عزیزم؟ زبونت رو گاز بگیر. اه؟ تو بمیری که قبلش من مردم که. منو نگاه کن. نگاه. اه؟ 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 آقای عدسیت نیمد. این پیره مرد دلش اندازه نکنه. عدسیشو بیارین دیگه. دهندارم از سیاه. سن رشدم با من دیگه با تو. سلام صبح همگی بخیر. و اصل جنس اومد. دست شما درد نکنه. میخواستم جا بیفته. اصلا دوست ندارم عدسیه بر آبیه و بدیم برسول بریزم عزیزم. به خاطر شما فلفل نزدم. سرمیز فلفل هست بزنی. مادر پشت برو آرمانو بگو بیاد. عدسی بچه‌م دوست داره بخوره. موج آرمان خوابه. گفت منو برای ناهار بیدار کنه. من ناهار جلو کباب میخوام. این عدسی شما بره پایین عزیزم. خب پس بقیه کجان؟ آقای دلپاک. آقا دلپاک الان داره چیز بیرون با برقمرق برمیره. ولش کن بذارم اونجا باشه. آقای زامبیا برو صداشون بزن عزیزم. باشه. من صدا کنم. ما رو دیگه بپر صدا کن. جناب سرهنگ. چته؟ داد نزن اینجا زشته. آقا سر جالیزه چوری داد میزنی؟ ببخشید الان بهشون پیامک میدم. آقا جالیزتون رو فروختین دیگه. قرشو دیسواید بگیری دیگه. برای چی پیامک بدین؟ مگه خدای نکرده ما با آقای دلپاک قهریم؟ نه خب کار زشتیه. نه قهر نیستیم ولی عدسی یخ میکنه. من فکر کنم این بنده خدا توی 24 ساعت گذشته نه ناهار خورده نه شام خورده نه صبحونه خورده. روش نمیشه بیاد. خجالت میکشه. خب راست میگی. پش خودت برو صداش کن دیگه. من این همه را برم تو حیات؟ آره چی میشه؟ حرفایی میزنی ها؟ آقا منم جای آقای دلپاک بودم مادرزنم این بلا رو سر اهالی این خونه میآورد دیگه روم نمیشه داشون قضا بخورم که. ولش کنید. تو هنوز داغ پدرزن مادرزن تازه است و بابا تو با کی؟ ما نفهمیدیم بالاخره. مهری جون بکش من برای آقای دلپاک. دست طرف نکن. بعدم یه موضوعی بوده تموم شده رفته. اینقدر کشش بله. ندید. واقعا کشش ندید. خیلی بد میشه. بیا تا گرمه دهن نیفته. بعد چرا که کجا میگیری؟ مهناز بس میکنی باشه چشم میگیرم یه قربون. نه غلط بکنم بعد از اون گفتی یه بار شنیدم خیلی کلیسه. من کجا میگیری؟ باشه ازم اشتهات باز کرده دستیه خدا رو شکر.
ضریب خطا 1 سانتی متر 2 سانتی متر، نه اینکه بزنی به حباب. خب بابا میدونین چی شد با این اتفاقی که سر مام بزرگ پیش اومد؟ من اصلا نمیتونستم تمرکز کنم. تو والا اون موقعم که تمرکز داشتی من هیچ وقت نیدم یه دونه سوراخ روی سیب. نخند موقعی که من دارم با جدی حرف میزنم، نخند، اونم تو این وضعیتی که خانم اپریشان اومد بگو که حباب خودمون میخریم، برقشم بابام درست میکنه. سلام صبح بخیر. بابام گفتم بگم حبابش رو خودمون میخریم، برقشم بابام وصل میکنه. بله. آه اینا بله حتما. شما صابونه خوردین؟ مهری جون عدسی پختن، تو یخ نکرده بریم بخوریم. چشم. بابا من میتونم برم؟ بله. بفرمایین آقای دلپاک. خیلی خیلی ممنون. تو گرمه میل کنی. دست شما درد نکنه. ببخشید شما دلخور و ناراحت که نیستی؟ من چرا باید ناراحت و دلخور بشم خانم عبوشم؟ من فقط راستش روم نمیشه تو چشم همسایه ها نگاه بکنم، همین. یه اتفاق و حادثه ای بوده تموم شده رفته دیگه. آخه من نمیدونم این چه حکمتیه، مال این ساختمونه، اشکال از ماست. از روزی که وارد این ساختمون شدیم هر روز یه اتفاق، هر روز یه حادثه، یه روز آروم نداشتیم خانم عبوشم. این اتفاق و حادثه جزء زندگیه دیگه، وگرنه اسمش زندگی نمیشد. باور کنید اون پانسیونی که من توش زندگی میکردم اینقدر هر روز آروم بود یک لحظه نمیتونستین تحمل کنید. آخه بعد از اون وضعیتی که مام بزرگ کیان اومد اینجا ایجاد شد، مگه ایشون تشریف آورده بودن اینجا؟ بله مام بزرگ کیان اومدن اینجا، یادتون رفت خانم قرهداغی قهوه ریختن؟ آه بله ماسک و قهوه. بله خانم. بعد از این که این وضعیت ایجاد شد حالا هم زده لامپوشی کنده. پس کار کیان جونه. بله اومده بزنه این هدف زده به اون هدف. بله آمده بزنه به این هدف زده به اون هدف. بله من فکر میکنم که کیان جونو یا باید ببریم چشم پزش یا اینکه باید رشته ورزشیشو عوض کنه، چون اگه یه وقت تیرو به کسی بزنه دیگه حباب نیست که عوضش. بله. خب من حالا روم نمیشه نشون بدم، این ساق پای من دوتا سوراخ داره. نه. از قدیم. بله ولی میدونین خانم عبشمی، مشکل من با کیان خیلی بالاتر از این حرف هست. چه مشکلی؟ راستش میدونین چیه خانم عبشمی؟ چطوری بگم بهتون؟ کیان از موقعی که چشم باز کرده با من زندگی کرده. بله. اخلاقاش همین مثل من شده، نه اینکه من بگم من آدم خشنی هستم، نه. بله. ولی خب یکم اخلاقاش پسرونه شده، یکم علایقش، کارایی که میکنه. من حقیقتش دیدم که کیان شما رو چجوری نگاه میکنه. خواستم ازتون خواهش کنم که یکم جذبش کنین، یکم بکشونینش توی محیط زن. متوجه شدم. بله بله با کمال میل، ولی به شرط اینکه کیان جونم مایل باشه. از خداشه. بله چرا تشریف نمیارین داخل؟ الان عدسیتون یخ کرده. تشریف بیارین داخل. من همه دور هم دیگه. حقیقتش اینه که عدسی یخ دوست دارم. بله. نوشه جانتون. با اجازه. خواهش. خانم ابریشمی. بله. یه نونه. اینجا. بله. نه. با اجازه. بله. خداحافظ. دست و پنجت مهری خانم درد نکنه، چه کرده بودی من؟ خیلی ممنون مهری جو، من اینقدر خورم دارم منفجر میشم، اصلا نهار میتونم بخورم. این بچه بخوره من. شما همجور چسبیدی به صندلی باره میشه کمک کنی؟ مهری دست درد نکنه، خیلی سنگین شد. آقا مزاحم آقا خلیل‌زاده نشو، پارک کرده بنده خدا. دیگه. ای بابا تو نفهمیدی چی خوردی؟ ما 4 تا کاسه خوردی نفهمیدی؟ مطمئنم 10 تا بخوری نمیفهمی. ان شاء الله. بس دیگه. هر چی هم می‌خوری چی نمیشه که. همیشه تو لاغر موندی. آقا سهم خواهرامو خوردم دیگه. سهم شما رو که نخوردم چش نداری که بزن دلم روشن. بابا خوردی بوده خواهرام خرم. میگم باشو کمک کن بابا. زنگ داره می‌خوره. زرفه می‌کنی جلو دنت بگیر. نه نه می‌فهمی جلال. آقا من زنگ واجب دارم بعد برم. من ببخشید. هم ولایتیان سلام برسید. الو سلام سلام. بفهم. با کی کار داشتیم استاد؟ خودمم. شما؟
آقا لوسبازی در نه، یا میگی یا قطع کنم من. فرضی چیه؟ دست دوم فروشی؟ منو چه؟ آقا خیلی مخلصیم جناب سروان. اصلا کارت گرفتی رفتی که رفتی دیگه، اصلا یادی از ما نکردی. الهی قربونت برم، همه خوبن اینجا؟ شما چطوری؟ گیلان چه خبر؟ تهرانی؟ بابا ایول. آره ببینیم همو؟ آره ببینیم همو، آره یه روز قرار میذاریم ایشالله میبینیم همو. نه خلاصه نیستیم دیگه، ما اونجا رو فروختیم، یه 5000 متری ویلایی گرفتیم بالای شهر اینجا، اصلا خیلی. آره قرار بذاریم؟ میذاریم حالا. چقدر یعنی واجبه؟ امروز؟ ببین امروز، امروز که چیزه؟ نه نه بابا مزاحمت چیه امروز؟ میگم اینجا نیاوران شلوغه دیگه، اصلا خیابونام عوض شده خیلی. نه بابا یادداشت بکن، یاد نیاوران خیلی واجبه. ببین نیاوران بعد آقا اصلا یه کاری که شما کجایی من بیام ببینمت؟ هیچ جایی نیست. نیاوران شلوغ بیایی دیگه کن، قدمت رو چشم بنویس بنویس نیاوران شیرین بیا باش. نه خبر تو رو خدا میگم نه، یعنی نه. الان تو راه دیگه زشته. عجب خنگی هستی، برای چی همه فرصت رو تبدیل به تهدید میکنی؟ میگم الان این سرگوده پاک تو موقعیت ضعفه، اون وقت سر خود برداشتی برای خود مهمون دعوت میکنی، چجوری میخوای از این سروان دل پاک شکایت کنی؟ چرا تنزل درجه میدی یا رو؟ بحثو عوض نکن، برو بهش تلفن کن بگو اصلا ما خونه نیستیم. خب زنگ زدم گفتم خونه هستیم. خب برو دم در برش دار برو، من چه میدونم؟ گناه داری یا شهرستان اومده 7-8 ساعت؟ شهرستان؟ دیگه بدتر. میخوای نقطه ضعف لهجه دارم به اینا بدی؟ خب میبرمش تو حیاط یه چایی بهش میدم 5 دقیقه منو حضوری ببینه بره. بابا این منوچ حق داره گردن من. منوچ دیگه کیه؟ چرا من دوستای تو رو نمیشناسم؟ منوچ چه فرضی دیگه، نمونه که منو تو خدمت برداشت برجک بود فرهنگی. خیلی گردنم حق داره طفلی. همون آقا با شخصیتی که من رفتم باهاش صحبت کردم. آفرین یه بار آوردمش خلازی، لیسانس تئاتر داره، خوشپوشه. همون که رفتم صحبت کنم تو رو جابجا کنه. آره آفرین آفرین. واقعا؟ آره. خب چرا نشستی؟ میگم چرا نشستی؟ پاشو برو میوه چیزی بخر. هنوز با سرهنگینا هوای نکردیم که. به سرهنگینا چه ربطی داره؟ ما مهمون داریم، مثل اینکه یادت رفته ها، ما 20 واحدی هستیم اونا تک واحدی. الان پاشو برو تو کیف پول من پول وردا، برو یه خریدی چیزی بکن. یهو فرصت تهدید نشه. حالا نگفتن استاد فرضی کی میرسن؟ استاد فرضی لیسانس تا نزدیکن استاد فرضی الان. میتونم ولی ردش کنم بره؟ آخه چه کاری الان بیارم؟ نه نمیتونی ردش کنی بره، هنرمند مملکت رو ردش کنی بره؟ اینا روحیه حساس دارن، نمیشه. هنرمند مملکت خرابه. پاشو پاشو برو یه خریدی چیزی کن، به پایینیان بگو پایینو جمع و جور کنن. پاشو. پایینه برای چی؟ همجام گوشه حیات ردش کن. پاشو برو. کاری ندارم با من. پاشو. منو میخواد. پاشو. فرهنگو چیکار کنم الان؟ عجیبه ها، من نمیفهمم چرا کار نمیکنه. همه فیشارم درست دادم، قرمز سبز و بله دیگه. آقا بهرام باید بزنین HDMI 2. اجتماعی 2 مادر؟ مامان جان HDMI 2. آها 2. قربونت برم الهی که تو همه چی بلدی. قصه یه چیز دیگه است. ببخشید مهری خانم بهتون بر نخوره، این آرمان و زامیاد اینقدر با این تلویزیون نشستن پلی استیشن بازی کردن، هی این کانال اون کانال، این وضعیت تلویزیون دیوونه شده دیگه. اون خودت هم باشون بازی میکنید یه برام. ببین تو رو خدا الان تصویر من نگاه نکنین ها، من قبل از اینکه برم آرایشگاه، یعنی قبل از الانم حتی خیلی قشنگ‌تر بودم. اون هفته هم آرایشگاه از 6 صبح من برداشته بودم برده بودم آرایش هم کرده بودم، بعد هیچی به هم نداده بودم بخورم، حتی یه لقمه نون داشتم زف میکردم سر عقل. به بهرام زنگ زدم گفتم یه چیزی بگیر بیار بخورم، بعد نذاشتم. آره مادر من عکسای قبل از عروسی چی دیدم، واقعا خوشگل تره. اصلا آرایش میکنه آدم یه شکل دیگه میشه. خود من وقتی بردنم آرایشگاه قبل از آرایش واقعا مثل ماه بودم. محبه ما شوخی میکنم، ماه نشو این جن شو. با
باورت نمیشه شاهرخ اومده میگم سلام عزیزم دیر اومدی. گفتم تو داش بگی برابر نگاه کن. اصلا من نشناخت. من اصلا این جن درست کرده. آقا من رفتم با لباس دومادی دو تا فلافل دونونه گرفتم آوردم خانوم بخوره. آرایشگره اومده میگه خانومت نمیتونه فلافل بخوره. آرایشش باگ میشه. تقصیر منه؟ نمیتونستم بخورم دیگه، همه دور لبم پاک میشد. من میدونی چیکار کردم مهری جون؟ این ساندویچ دونونه رو برداشت تو ماشین جلو چش من همچنین دولاپی میخورد. اصلا این داشت گریم میگرفت نزدیک کل آرایشم خراب بشه. چیکار میگم منم حال میرفتم؟ قربونت برم من خودم یه فلافلی میپزم از این آبادانی یاد گرفتم. ما برای درست کنم بخوری. مام اومد آقا برام همینجا نگه ای. چیکار کردی رفت دوباره؟ دست بهش میزنی؟ واسه الان درستش میکنم. یه دقیقه وایسا. بیا. نمیاد که دیگه میگه تمرین تیراندازی. یا والا بعدن. میخوای فیلم عروسی ببینی؟ فیلم عروسی. فیلم عروسی. مرسی. عروسی درست شد. آه. نه دست بهش از خودم برو بیرون دیگه. دیگه جمع زن. ایوا. ای بابا عروسی اومدیم ببینیم برای اولین بار. اون چیکار میکنه این جناب سرهنگ؟ ما به این آقای دلپاک این چراغ بیرون رو داره تعمیر میکنه. الان میاد بر. معذرت میخوام ببخشید. چرا تو شرمنده قربونه دار؟ اشکالی نداره میدونم. بابا من نگران وسایل برقی شما پوران خانوم. خب میسوزه دیگه، این برقو میبره میاره. بابا بگو بیا تو نمیخوایم درست کنیم. راست میگه. برق وقتی میره میاد تمام وسایل برقی داغون میکنه. اشکالی نداره فدای سر همتون. دوباره میخریم. آقا زام بیاد ببین نبر اونجا. بیا 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 ازم بزن چون بزن چون درست شما در نگیم. سلام. خب از ببخشیم دوستان، من یه مطلبی میخواستم خدمتون عرض بکنم. ماشاءالله اونا رو بده من هرچی دلت میخواد بگو. بینو ببینیم یه لحظه اگه توجه بکنین خیلی مهمه این حرف من. اگه آقا زام بیاد بفرمایی ما سراپا گوشیم. عرضم به حضورتون که من یکی از دوستای قدیمی میخواد بیاد. بعد ایشون خیلی آدم محترمی، خیلی با شخصیت، خیلی با کلاس، خیلی آدم حسابیه. آها خدا دیگه مهمون ندیگه استرس بهم میدی. این اگه اینقدر که میگی با کلاس و آدم حسابیه با تو چرا دوسته؟ وای مگه قرار نشد کسی دیگه مهمون نیاره؟ آقا زامیان شما بفرمایید مهمون حبیب خداست. حالا چیکار دارین شما؟ من میخواستم همین این یه روز رو خیلی رعایت بکنین اگر ممکنه. تمام شد. وای یه روز میخواد بمونه؟ حالا یه روز که نه، همین یکی دو ساعت اگه ملاحظه بشه، بهش احترام گذاشته بشه اینا. نه فهمیدم، بالاخره به تو احترام بذاریم یا به اون؟ ببین خیلی فرقی نمیکنه دیگه، یعنی شما به من احترام بگذارید گویی به ایشون گذاردید، اگر به ایشون بذارید گویی به همه احترام گذاشتی شده. این بذاریم یعنی باز خاطره خوشی از اینجا بره دیگه، خوشحال بره دیگه. کارای سخت از ما نخوا دیگه، چون تالا کسی با خاطره خوش از این خونه بیره. برام اذیتش نکن دیگه. میخوان شما تو اتاق نشیمن اون وریه بشینی؟ ببخشید آقا زامیاد، جناب سرهنگ دلپاک اجازه دادن که مهمون دعوت کنی؟ بابا دیگه مشکلی ندارم با مهمون آوردن کسی. علی دیگه به قول یارو گفتنی من رتب کرده خود رتب خورد، سر غرغره مهمون وا شد تو هم بتازون. این بار با من همکاری کنیم. من قول میدم از شرمندگیتون در بیام. کیا خانم؟ آقا سامیاد دشمنت شرمنده باشه. گفتم که مهمان حبیب خداست. برقم عرض برقیشو ببینیم تا مهمون نایمده. این برقم به افتخار مهمانی شماست. خدا رو شکر برقم اومد. تلفن تلفن. الو استاد سلام، رسیدین شما؟ گفت استاد دمه درین. الان میام استاد. الان قربونتون برم. الان میام دیگه، سفارش نکن. استادتون بودن؟ نه بابا، این شاگرد کارگرا بعضی موقع به سرکارگرشون میگه استاد. ببین بگو استاد نیمه هم بده. ببین الان یعنی دیگه نمیشه فیلم عروسی من ببینی؟ خب من اونجا حامله نبودم، میخواستم ببینی. خلیل زاده جانم، آقا مطمئنی فیوز زدی برق نمیاد توش؟ بله آقا زدم، الان تو ساختمونم برقه. اه والا ما
مواظب باش، ممکنه این کابلش قطع باشه. ببین کی آمده. سلام. سلام آقا فرزین. چطوری؟ ها رابچره رابچره این آهوره رابچره. چه یادته؟ خوبی آشکو؟ بعدا چند چه خبر؟ به به خوش آمدی. چه خونه ای چه امارتی. متعلق به خودتون آقا. چی میگفته این پای تلفن های استاد استاد میکردی؟ چه خبره؟ داشتم جلو اینا برات کلاس میذاشتم. اینا کیه؟ اینا دیگه خونه رو دادیم به مستاجر. آمد سلام علیکم. سلام علیکم. سلام علیکم. سلام علیکم. دوست عزیزم و دوستان هنرمند و فریخته جناب آقای فرزی، جناب سرهنگ دلپاک هستن. البته سرهنگ بازنشسته. خیلی شکست نفسی میکنه، چت بازای خوب روزگارانا. سلام علیکم. سلام علیکم. بحث شما نباشه، بهرام مخلص شما. آقا بهرام هستن، خط فرودگاه. بله. از خوبای شیراز آقای خلیل زاده. سلام علیکم. سلام علیکم. شاهرخ صدام بزنید. آقا شاهرخ. قربون شما. قربون شما. زنده باشید. ممنونم. بریم حالا ما تو آقا. بفهم 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 بفهم. چون هر کی دوست داره یه دو ساعت این برق انگولک کاری نکنی قطع بس مهمون دارم. رابچره رابچره رابچره. کی بود؟ دیدین دیگه، مهمون آقا زامیاد استاد. استاد چیه؟ چه میدونم، استاد چتربازیه. هنوز نرسیده تهران، چت شما کرده رو خونه ما. من چتربازی؟ نه اون چتربازی که شما میگین آقا. مگه قرار نبود کسی مهمون دعوت نکنه؟ همین رو قوانین فقط برای منه. آقا با این هیچ کاری نداری شما؟ بله باشون کار دارم. میگن ماه وقتی پنهون میشه شب پره شیطون میشه. آقا من ثبوت ندارم، این مثالاش بی ربط نیست. خوش اومدی. خیلی ممنون. ببخشید من مزاحم شدم. چه حرفیه؟ شرمنده استاد. اینجا خونه بزرگ هزار ماشاءالله، از این سر تا اون سرش بخوای بری باید تاکسی بگیری. این یه دونه رو آوردی؟ بله. شما چند وقته که از خلازیم اساس کشی کردی اومدین اینجا؟ ما خیلی وقت دیگه، از شب عید. عیدتون مبارک راستی. عید شما مبارک. انشالله سال خیلی خوبی باشه واسه همه دوستان. انشالله. عید شما هم مبارک. شما کی اومدین؟ من سه شب پیش از ایتالیا برگشتم. آخ خیر، رسیدم. همین که رسیدم یه راست رفتم رشت. ایجا. امروز صبح زود راه افتادم بیام اینجا. تو که بهم زنگ زدی من تازه رسیده بودم. واقعا؟ آره. ایجا. شما ایتالیا بودین؟ اونجا زندگی می‌کنی؟ نه خیر، من برای اجرا رفته بودم اونجا. یه چند تا کار فولک برده بودم اونجا اجرا کنم. چه استقبال خوبی هم شد از کارمون. فولک؟ تو اشتباه کردی دیگه. آخه آدم لباس ترک برمیداره میبره ایتالیا، اونا تای خودشون تای لباسن بابا. توتی رو ندیدی؟ نه خیر، فولک یعنی فولکلور، همون آیین سنتی خودمون، یه تلفیق و ترکیبی از نمایش و موسیقی محلی گیلان. به خدا اگه بفهم. خیلی کار شما ارزشمند، من به شما تبریک میگم. لطف داری. ببخشید شما آقا زامیاد کجا با هم آشنا شدین؟ تو دوران سربازی با هم دیگه هم خدمتی بودیم. البته زامیه جان از من کوچیکترن. من تحصیلاتم یه کمی طول کشید رفتم خدمت. یادش بخیر. یادش بخیر. تو کدوم نمایش بازی میکردی؟ من مرد تنها در شب بارانی. آره. آقا زامیاد، من اصلا نمیدونستم که شما اینقدر به مسائل فرهنگی علاقه مندی. بله خیلی من علاقه مندم. اصلا همین استاد فرزی استعداد منو کشف کرده. خدایی استاد، کار شما از اونی که اورانیومو کشف کرده سخت‌تر بوده. چه جوری شما توی استعداد کشف کردی؟ دمت گرم. کار خاصی نکردم. زامیاد جان سرباز صفر بودن. منم رئیس گروه نمایش پادگان بودم. تفرکی زامیادو می‌بردن می‌ذاشتن توی برجک نگهبانی، اونجا تنهایی میرفت. خیلی برجک شیک و لوکسی، من تو پنتهاوس برجک اونجا نگهبانی بودم. آره یه روز اومد بهم گفتش که من از تنهایی توی برج نگهبانی و دیدبانی توهم زدم.
آخه همش فکر میکنم دو دفعه ما هنرمند آخه ببخشی خود آشفتگی میکنیم بعضی وقتا این فولکلوریکمون چه چیز میشه ولی حل شد دیگه. آره میگفت من دو نفرم هی دارم به خودم حرف میزنم تو رو خود یه کاری بکن که من بیام تو گروه نمایش. اینجوری شد که منو کشف کرد دیگه، گفت بیا کشف شو بیا. یعنی اصلا یه چیزی گفت که من دیگه کلا مجاب شدم. بهم گفتش که مگه تو نمیگی از چوب خشک بازیگر میسازی؟ خب فرض کن منم چوب خشک. استاد نه حالا میگم الان میونه کلامی تو شرکت دوستان چون داشتن که در واقع یه سری فیلم عروسی نگاه میکردن دور هم دیگه زنونه ما مزاحمشون نشیم بفهمن تو رو خدا معذب نشیم فیلم یخ کرد از دهن افتاد. نه آقا زام یاد اجازه بده فیلم عروسی همیشه میشه دید. خاطرات استاد عزیزه که نمیشه همیشه شنید. استاد بفرمایید طرفا گوشید. اصلا چه دستشویی داره اینجا اصلا باید ببینید بفرمایید طرف خواهش می‌کنم بفرمایید خودم دستات میشورم بفرمایید خواهش می‌کنم شما بفرمایید ببینید اصلا آقا زامیان نمیاد همچین رفیقی داشته باشه نه؟ واقعا آدم مهمون دعوت کنه اونم یه همچین مهمونی هنرمند تازه ایتالیا هم رفتن میگن آدمی رو میخوای بشناسی ببین رفیقش دوستش کیه. این آقا زامیان هممون رو سورپرایز کرده. بوران خانم چرا این حرف رو شما میزنی؟ از شما بعیده با این کرامات. بابا سربازیه دیگه هر کی کنارته و خودم رفتم دیگه هر کی کنارته مجبوری باهاش دوست باشی اجباریه با اسمش روشه دیگه خدمت اجباری رفقای اجباری همه چی اجباریه غذا اجباری آش اجباری همه چی. من فکر میکنم بهرام داری حسودی میکنی نکن دیگه زشته. من از من به چی حسودی کنم؟ تو که میدونی ما تو خدمت سه تا رفیق بودیم الان اون دوتا یکیشون تو یاهو مسنجر یکیشون تو ناساس. خب البته اینکه آدم تو جایی مثل ناسا کار کنه خیلی مهمه ولی اینکه شما ورداری فرهنگ و هنر ایرانو ببری تو ایتالیا ارائه بدی اصلا یه چیز دیگه است. وای الهی من قربون تو برم نابغه من. یه موی رش میارزه به صد تا ایتالیا. بله غذاهاش ممکنه مهمون اینها نهار بخواد من پا میشم اگه خواستی پولاش میام کمک اگه دوست داری دختر گفتی رش یهو حواس زیتون پرورده کردم میرزا قاسمی بکنم تو یخچال یه ذره باش بهرام میرزا قاسمی میخواد میگم خوب شد اسم جای دیگر رو نبردم چیکار این یکی لامپو بده به من بیا آقا فقط مواظب باش برق نگیرت. برق چرا بگیره تا دستتون خب تو نکنی برق نمیگیره. خب برق احتیاط داره بابا تموم نشد الان از روز اولش بهتر شد با بقیه هم چی شد؟ برق داره هنوز برق داره خلیز از جان برق نداره برو یه دور دیگه این فیوز رو بزن نه بایستین تو رو دوباره فیوز چرا؟ نمیشه که اینو همجور بذاریم اینجا یکی میاد دست میزنه میشه چرا نمیشه شما بذاریم فردا یه متخصص بیاریم بیارشن درست بکنه منم همش همینو به بابات میگم میگم بابا یه برقکار بیا کارو جمعش کنه دیگه برقکار الان ایام عید همه رفتن بوشه واسه چی بوشه؟ شوخی دارم میکنم باور برای که همه لوله کشن رفته بودن نوشن بامزه بودا باور شد به خدا. آقای خلیزاده مهری خانم به من گفت بیام به شما بگم سری برین تو کارتون دارم من برم؟ بله بین سرهنگت بگو بابا ول کنه بیاد کارشون خیلی واجه حالا یه لامپ روشن نباشه که چیزی نمیشه بیاد یه لامپ روشن نباشه چیزی نمیشه به اینا باشه موقعی که ما میخوایم از اینجا بریم اصلا یه دونه آجر به دیوار نمیمونه بابا همه حرف من اینه اینا چه الان مهمون دارن شما هی اینقدر این برق رو قطع نکنیم بس کنیم قطع کنیم بس کنیم زشته دارن. اینا تا آخه به این یارو میگی مهمون من یارو رو نمیخواستم راه بدم با یارو چیه؟ یارو دیگه یه آدم مشنگی اینه خود زامیا نخه اصلا هم اینجوری نیستش ایشون فرهیختن تحصیل کردن اجراهای تئاترشون رو میبرن خارج از کشور اگر تحصیل کرده و فرهیخته است چرا رفیق این زامیاده بابا؟ بابا شما خودتون بیاین تو یه ذره پای صحبتاشون بشینی خودتون قضاوت بکنی این الان ول کنی بابا جان من حوصله این چیزا و این آدما ندارم موسیقی برای من تار شهناز و صدای بنان بقیه اینا چی میگن؟ آلودگی صوتیه بله میدونم به آقای خلیزاده‌ام بگو فیوزو یه بار دیگه بزنه بابا بس دیگه دو بهت میگم برو چشم مثلا ترسیدی ادا در میاره واسه من سامیان
عجب خونه ایه. آره خیلی بزرگه. من که میدونستم خونه کوچیک دلم میگیره دیگه. بزرگ باشه درندش. این سویت هایی که گفتی اجاره میدیم بالا؟ ببین اجاره که اصلا دلمون نیومد ازشون اجاره بگیریم دیگه. یعنی خواهر خاورم دید اینا بغل خیابون موندن گفت بیاین تو سوز میاد. راستی آبجی خاورت کجا هم خوبه؟ آره خوبه اتفاقا باید میومد. خاور ببین زامی آبجی خواه من کار خیلی مهمی با تو دارم که اومدم سراغت. خب حرف میزنیم ولی بیا بریم تو. من خیلی فوریه. باشه حالا تو بیا آبجی خاورم اومد. خانم گلچین خاتون آبادی خوبی؟ البته خاتون آبادیشو برداشتیم. گلچینشو گذاشتیم دیگه. الان خاور گلچین، زامبیاد گلچین، پارمیدا. پارمیدا. ولی باید بگم ماشاءالله هزار ماشاءالله از 7-8 سال پیش تا حالا که شما رو زیارت کردم اصلا تکون نخوردین. اختیار دارین. من فکر کردم شما اصلا منو نمیشناسین. اختیار دارین. مگه میشه یادم بره که شما اون سال چه پذیرایی از من کردین؟ وقتی با زامیات جان دوست شدم از من دعوت کردن که یه بار برم خدمتشون. ماشالله هزار ماشالله نبودین که ببینین. خاور خانم از هر انگشتش یه هنر میباره. یه مزرعه رو تنهایی میگردوندن. گاوا رو میدوشیدن. به مرغ و خروسا میرسیده. نون میپخته. البته اون زمان که هر از گاهی به مزرعه‌مون سر میزدم خب دوست داشتم که یه کمکی چیزی هم کرده باشم. مثلا یادم میاد که بعد از اینکه من زامیات جانو بردم تو گروهمون ایشون تشریف آوردن برای تشکر. یادتونه؟ بله. کره محلی هم با خودتون آورده بودین اگه خاطرتون باشه. من پشت پنجره بودم یهو دیدم یه خانم با لباس محلی گلمنگولی خیلی خوشگلی از در پادگان وارد شدن. دیزاین مریم مهدوی بود. نمیدونین این پولک های لباسشون زیر نور آفتاب چه برقی میزد. با خودم گفتم آفرین آفرین. اینا اصالت دارن. ما اصالت داریم. کسی که از پوشیدن لباس محلی خودش ابایی نداره و بهش افتخار میکنه حتما قابل احترامه. ماشاءالله 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 چه حافظه ای دارین شما. من اصلا اینا رو یادم نمیاد. چرا اتفاقا من یادمه. سرما خورده بودین آب دماغتونم جاری. آلرژی بود. حتما آلرژی فصلی بوده. الان که خوب شدین الحمدلله. بله خدا رو شکر. به هر صورت خداوند رحمت کنه نیسانو. چیزی ببخشید مگه نیسان دیگه تولید نمیشه؟ نه خیر. آقا نیسان کوچولو برادر آقا زامیات بودن. همون سال به رحمت خدا پیوستن. خدا رحمتش. خداوند طول عمر بده. پدرشون آقا بیوک علاقه خیلی مفرطی داشتن به ماشینا. اسم بچه ها رو از روی ماشینا گذاشتن. خاور، زامیات، نیسان. زامیات. بله. یه کاری بکن. چی کار بکنم؟ پذیرایی ها دارن صحبت میکنن. زشته. میفرمودی دیگه چه خاطره هایی دارین اخوابار بگیم برام. خدمت شما عرض کنم که زامیات جانم میوه میخورن. دارن صحبت میکنم. اینو بگم بعد. آره اینو بگیم. اینو بگیم. خدمتون عرض کنم که بعد از همون جریانی که تشریف آوردن زامیات جانم چایی نمیخورن؟ آرمان کجا میری؟ سلام. صبح بخیر. زور بخیر. خوبی؟ ببین چه خبر اینجا این قصد خنده هاشون بالاست. شب همه اینو برج زهرمار بودن. تو خبر نداری؟ نه.
خب استاد اومده دیگه، دوست آقا زامیات. دوست آقا زامیات استاد؟ پس سوژه خنده امروز جوره. اینا که گفتن نباید مهمون بیاری، من برم یه خوش. نه 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 نریم، کجا با این سرابتت زشته آبرون میره. سروازم چشه بینید خیلی افتضاح. بعد هم دوست زامیات انیشتین که اونجا نشسته میگی سروازه. استاد مری، مری خانم سلام. چی صدا میکنی؟ ببین چیکار کنی؟ برای زور میخوای چیکار کنی؟ نهار حالا الان هیچ وقت شما بی‌نهار موندی که الان منو کشوندی داره استاد حرف میزنه. می‌خواستم ببینم مثلا سیدی داره چی ما اصلا گوش ندادی. سیدی داره؟ نمیدونم. استاده بابا، خیلی استاده. حالا نمیدونم، یه کار بکنین دیگه برای زهرا. بس کنین. مگه اینا مهمونای مان؟ به ما ربطی نداره اگه دلشون بخواد بیرون غذا میگیرن دیگه. به ما چه؟ شما انقدر بهشون میرسی. تو شاهد بودی وقتی ما اومدیم تو این خونه آقا برام اینجوری بود. الان خیک شده اینقدر شما بشستیدین. حالا بس قد اعتراض نکنید بی خودی. خب این زشتیست بگن چند تا خانم توی خونه است غذای خونگی ندارن؟ شما میزبان نیستین، ما میزبان نیستیم. به خدا شدی آشپز همه، قربونت برم. فکر کنین اگه خودشون بخوان بیرون نهار میگیرن. من هم فکر کنم با زامیات صحبت کنم، اگه موافق باشه اصلا یه کباب کوبیده راه میندازم خودم درست میکنم. به نظر من حد استاد برگه، حال خوددانی. مامان تو حد استاد مشخص شه برام املت میزنی. بابا جون چرا اینجوری نون میخوری؟ این صابون هست میخوری؟ خب اینو بابا یه ذره ببین تعمیر کرده هست، ببین درست کن بخور. استاد زشته بابا، زشته. آبرومونو برد دیگه. خب بگو چش قربونت برم. آتوسا میری برای من یه عدسی درست کنی یا نه؟ نه